سلام جمعه 23 تیر 1402 14 جولای 2023 میلادی چهل و یکمین جمعه اعتراضی در زاهدان با راهپیمایی سکوت و هوشیاری و زیرکی کامل از سوی فعالان بلوچ برگزار شد در خاش هم معترضین با پلاکارت های خواستار آزادی زندانیان سیاسی بودند اما در زاهدان شخص مولوی عبدالحمید در صحبت های خودش هم و همینطور مشارکت کنندگان در راهپیمایی سکوت و حاضرین در مسجد مکی با خط کردن با عملیات خشونتبار و حمله به کلانتری در زاهدان به خوبی نشون دادند که متوجه حرکات و احتمالا بهره برداری های حکومت هستند حمله مسلحانه به کلانتری زاهدان که کار هر گروه و هر کسی هم که باشه می توانست که بهانه لازم و کافی رو به حکومت بده برای قلع و غم سرکوب و حتی دستگیری مولوی عبدالحمید یا حسر خانگی او اما خطکشی دقیق شخص مولوی و دیگر فعالان و تغییرات تاکتیکی که در عمل میدند میشه گفت این نقشه رو نقشه بر آب کرده و تأکیدشون بر عدم خشونت خطکشی با خشونت ورزی و محکوم کردن خشونت های حکومت عملا نشون میده که چگونه در مقاومت مدنی و گسترده ای که در بلوچستان جاری است چطور در واقع این مبارزه رو با هوشیاری هدایت میکنه بلوچستان که این روزها یکه و تنها میشه گفت در برابر استبداد حکومت ولایت فقیه ایستاده و شاید نقشش در انقلاب در جریان ایران انقلاب ژینا انقلاب زن زندگی آزادی کاملا قابل مقایسه با نقش تبریز در انقلاب مشروطه باشه نشون داده که سختترین مراحل مبارزه رو اونجاهایی که حکومت خشونت ورزی میکنه و لاجرم به خصوص جوانها که و یا کسانی که عزیزانشون کشته و قربانی یا بازداشت و زخمی میشن کنترل اونها برای عدم خشونت ورزی متقابل یکی از سختترین وظایف مدیران و رهبران مبارزات مدنی است و در واقع حفظ دیسیپلین بیخشونت که یکی از سه شرط حد اقلی پیروزی در مقاومت مدنی است یعنی اتحاد برنامه ریزی و حفظ دیسیپلین بی و تکیه بر اصل عدد نشون داده شده که اون هوشیاری لازم رو و این زیرکی و تسلط بر هدایت حرکت در بلوچستان رو رهبران مقاومت در بلوچستان و شخص مولوی عبدالحمید دارا هستند بر صورت باید بتوان هرچه زودتر با گسترش مبارزه در سایر نقاط کشور به یاری بلوچستان رفت که این روزها یکه و تنها در برابر استبداد خشن و حکومت دیکتاتوری ولایت فقیه ایستادیم دانشجویان دانشگاه تهران با صدور بیانیه اعتراضی عنوان کردند که حضور هشت و شعبی رو در دانشگاه نمیپذیرند خبری که گفته شده بود با عراق توافق شده که تعدادی از اعضای هشت و شعبی که این روزها در عراق با حمایت آقای از سودانی نخست وزیر فعلی عراق دست به کارهای اقتصادی هم زدند و مدل قرارگاه خاتم الانبیا رو در اونجا هم میخوان اجرا کنند در خبر بود که توافق شده اعضای اون به دانشگاه تهران برای تحصیل بیان دانشجویان نوشتند که اجازه نمیدهیم نام دانشگاه تهران بیش از این لکهدار بشه و در این در حالی است که دانشجویان ایرانی به عنوان صاحبخانه در حبس اخراج و تعلیق هستند بسیاری استادان و دستندرکاران امر دانشگاهی در کشور هم به این تصمیم اعتراض کردند و پیشینه هایی رو مطرح کردند که دانشجویان عراقی وقتی به دانشگاه ها ایران اومدن چقدر عقبتر از دانشجویان ایرانی بودند و چقدر در واقع بی سواد نسبت به دانشجویان ایرانی بودند داوود رضوی از رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد و از رهبران جنبش کارگری ایران که در حبس به سر میبره حکم پنج سال حبسش توسط دادگاه تجدید نظر هم عینا تایید شده پیکر احمد رضا احمدی با حضور جمع کثیری از اهل فرهنگ کشور تشییع شد و در این حرکت میشه گفت که در بین اهل فرهنگ زنان مجددا بدون حجاب اجباری حضور پیدا کردند همینطور ماهور دختر احمد رضا احمدی شاعر نامبردار علا رقم فشار حکومت بدون هجاب اجباری سخنرانی کرد و پرچم ایران رو هم پرچم سرنگ ایران رو هم بدون آرم جمهوری اسلامی روی تابوت قرار دادن به این ترتیب دیده میشه که هر مراسم و هر مناسبتی از تولد یا مرگ جانباختگان آزادی از تشریع پیکر اهل فرهنگ و مراسم برای اونها و هر گرده همایی هر حضور هر جایی می تواند صحنه مبارزه و نشان دادن مقاومت منفی در برابر حکومت و نافرمانی های مدنی و سایر تاکتیک های مقاومت مدنی باشه اما دادستان ایالت زاکسن آلمان علیه پنج قاچاقچی هروئین اعلام جرم کرده دو نفر از اونها ایرانی هستند یک نفر ترکیه یک نفر آلمانی و سه نفر و یک نفر هم اهل سربستان اما آنچه که 2100 کیلوگرم قاچاق هروئین هست از هروئین تولید شده در ایران بوده برابر اطلاعاتی که منتشر شده البته تحقیقات ادامه داره گفته میشه که قبلا دو محموله 700 کیلوگرمی به آلمان رسیده و از اونجا به هلند رفته برای توضیح و سومین که از راه دریا از طریق امارات بندر امارات در واقع آمده به بندر هامبورگ پلیس آلمان کشف کرده اون رو در قالب بار صابون آمده بوده و متهمین پرونده بازداشت شدن دستن در کاران و به هر حال نشون داده میشه که تولید و قاچاق مواد مخدر در جمهوری اسلامی که مسئول اون مرتزا رضایی سردار سپاه معروف به سردار خاموش که زمانی هم فرمانده کل سپاه بود مسئول آشپزخونه های صنعتی و تولید مواد مخدر در جمهوری اسلامی است تجارتی که حزب الله لبنان هم در اون درگیره و همکاری تنگاتنگی با شبکه قاچاق بین المللی و تروریست های بین المللی داره و تجارت پرسودی که بین 8 تا 10 میلیارد دلار برآورد میشه درآمد برای سپاه و دستندرکاران این قاچاق داره همراه با فعالیت های مافیایی دیگه مثل فاهش خونداری، قمار خونداری، منقل خونداری در داخل ایران و کشورهای دیگه از زمره کارهایی است که بخشی از فعالیت خامنهی مجتبا و نیروهای وابسته به اونها رو تشکیل میده. اما به دنبال امضای آقای لاروف پای صورت جلسه با وزرای خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که در اون حق امارات برای طرح دعوا بر سر حق مالکیت ایران بر جزایر سگانه خلیج فارس رو سهه گذاشته بود آقای لاروف وزارت خارجه روسیه کار دیگه هم کرده و اون اینکه در توییتر عربی از نام جعلی خلیج فارس استفاده کرده و جالبه که از دیوار صدا در اومده و از خامنه ای نوکر پوتین و روسیه صدایی در نیامده و اعتراضی شنیده نمیشه برهاف همین آقای لاروف در حاشیه اجلاس آسان هم بر عنوان کرده که برجام دیگه بعید احیا بشه در واقع حلوای برجام رو خورده و گفته دیگه قابل احیا نیست و میشه گفت که روسیه عملا به خواسته خودش که نگذاشتن جلوگیری کردن از عادی شدن رابطه با غرب آمریکا و کشورهای اروپایی است تا این جای کار رسیده موضوعی که قبلا آقای ظریف در اون مصاحبه ای که بعد از وزارت ترک وزارت خارجه کرده بود هم به اون اشاره کرده بود که لاوروف و روسیه چگونه در واقع چوب لای چرخه برجام میگذاشتند و گذاشتند اما جناب آقای زلفیگل وزیر علوم فرمودند که چون سر و صدای زیادی در اومده که دست کم هزار دانشجو در دانشگاه های معتبر کشور و رشته هایی مثل پزشکی و مهندسی از طریق تقلب در کنکور اونجا رفتن ایشون فرمودند که اینها رو نمیشه اخراج کرد چون دانشجو شدند و ضمنان انتشار اون اسامی اونها و اخراج اونها هم میتونه دلیل هزینه بالایی برای جمهوری اسلامی داشته باشه معلوم نیست این هزار نفر آغازاده های کدوم مسئولین و وابستگان کدوم دستگاه ها هستند که هزینه بالا برای نظام جمهوری اسلامی داره با امید پیروزی ایران و ایرانی